گزارش های جدید نشان می دهد که اعتیاد به قمار به ویژه در فضای دیجیتال تهدیدی جدی برای سلامت فردی و اجتماعی است. با حدود 450 میلیون نفر معتاد در جهان، این پدیده خطراتی چون خودکشی و ورشکستگی مالی را به همراه دارد. آموزه‌های اسلامی قمار را حرام شمرده و نیاز به آگاهی بخشی و حمایت از قربانیان برای مقابله با این معضل ضروری است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. اخیراً یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی در گزارشی به این نتیجه رسیده است که اعتیاد به قمار زیان‌هایی بیش از آنچه تصور می‌شد به همراه دارد. بر اساس ارزیابی‌ها، حدود 450 میلیون نفر در جهان به قمار و شرط‌بندی معتاد هستند. اعتیاد به قمار نه تنها سلامت جسمی و روحی فرد را به خطر می اندازد، بلکه می تواند خانواده ها را به نابودی کشانده و به ورشکستگی مالی و ترویج خشونت و بزهکاری و افزایش خطر خودکشی منجر شود. در آموزه های اسلامی قمار به صراحت حرام شمرده شده و پیامدهای منفی آن به وضوح در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر شده است. آیه 90 سوره مائده می فرماید: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار، بت‌پرستی و تیرهای گروبندی پلید و از عمل شیطان است، از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. متاسفانه با گسترش فضای دیجیتال، شماره وبسایت‌های قمار به سرعت در حال افزایش است و این معضل افراد درگیر را به ویژه کودکان و نوجوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. کارشناسان خواستار موازین سختگیرانه‌تر و حمایت از قربانیان اعتیاد به قمار هستند تا بتوان از عواقب جبران‌ناپذیر آن جلوگیری کرد. از این رو جوامع اسلامی باید با آگاهی بخشی و آموزش‌های لازم از بروز چنین معضلاتی جلوگیری کنند و به افراد قربانی برای رسیدن به مسیر بهبودی کمک نمایند.